خب با سلام و مجدد خدمت دوستان عزیز در خدمتون هستیم با جلسه چهارم درس تحلیل سازا یک که به بحث مربوط به تحلیل سیستم های معین استاتیکی میپردازه که این جلسه در مورد خرپاها هستش. همونطوری که قبلا هم عرض کردیم در مورد تعادل استاتیکی سازه ها ما به صورت کلی در واقع مسائلی رو که بررسی میکنیم به دو دسته مسائل سه بعدی و مسائل دو بعدی تقسیم بندی میشن. در مسائل سه بعدی اگر ما یک نقطه رو داشته باشیم که بررسی کنیم، یک نقطه از فضا، سه تا معادله تعادل میتونیم بنویسیم: سیگما اف ایکس، سیگما اف وای و سیگما اف زد مساوی با صفر. در حالتی که یک جسم سه بعدی داشته باشیم، علاوه بر این که تعادل این سه تا تعادل نیرو رو بایستی داشته باشیم، بایستی حول هر سه محور تعادل لنگر هم داشته باشیم. بنابراین در حالت کلی یک جسم سه بعدی ما 6 تا معادله داریم که این 6 تا معادله بچه‌ها همشون از این سیگما اف مساوی با صفر که در واقع معادله تعادل استاتیکی است نشأت میگیره. خب خدمتتون عرض کردم که در این درس کلا ما مسائل سه بعدی رو بررسی نخواهیم کرد و بر روی مسائل دو بعدی متمرکز خواهیم شد. مسائل دو بعدی هم خودشون به دو دسته تقسیم بندی میشن. اگر ما یک نقطه رو بررسی میکنیم، مثلا یک گره از یک خرپا رو اگه جدا کنیم یه نقطه است، واقعا این کار رو هم انجام میدیم. وقتی که یه نقطه از خرپا رو مثلا که امروز همین کار رو خواهیم کرد، وقتی که جدا میکنیم فقط دو تا معادله مینویسیم. چون حالت دو بعدی هستش، سازه در جهت در واقع اون نقطه از سازه اگر در جهت x و y نتونه حرکت کنه کلن تعادل خواهد داشت. اگر یک جسم در حالت دو بعدی باشه، مثل یه تیر، مثل یه خرپا، کل این تیر و خرپا در حالتی تعادل داره که جمع نیروها در جهت x در جهت y ول معادله لنگر اون مساوی صفر باشه، که در این حالت اون سازه تعادل خواهد داشت. خب ما این جلسه در مورد خرپا صحبت میکنیم، امروز خرپا رو در واقع بحث میکنیم. کلن سازهایی رو که به صورت معین استاتیکی هستن، چند تا سازه معروف هستن که در حالت دو بعدی و به صورت یک جسم دو بعدی بررسی میشن، چند تا هستن که توی استاتیک هم با اونها آشنا شدید. اولین موردش خرپا هستش که در اسلاید های بعدی بهتون میگم که خرپا چیه، تعریف دقیق شو خدمتتون میگم، و بعد تیر هستش و قاب هستش. در تحلیل سازه ها بحث مربوط به کابل و قوس هستش که ما کابل و قوس رو خدمتتون نخواهیم گفت و فقط به خرپا، تیر و قاب بسنده خواهیم کرد. خب خرپا همون جوری شاید که توی پس زمینه ذهنتون باشه، یک سری اعضای مثلثی شکل هستن، مثل این شکلایی که اینجا میبینید. این در واقع من توی این استاید و استاید بعد انواع خرپاهایی رو که کاربردهای در مهندسی عمران دارن رو معرفی میخواهم کرد. در این استاید که میبینید اولین دسته از خرپاها رو که بیشتر در سقف ساختمانها استفاده میشه رو میبینید. این البته سقفی که اینجوری نشون دادم سقف ساختمانهای ویلایی هستش که معمولا در کشورهای غربی بیشتر ساخته میشه. نه، تو کشور ما کمتر سقف چوبی به این صورت سیستم خرپایی ساخته میشه. ولی اگر فرض کنید اگر بخوایم در یک حالا ساختمانی، چون معمولا ما کفهای بامون رو به صورت شیبدار اجرا نمی کنیم، این کفهای شیبدار معمولا مربوط به جاهایی هستش که خیلی باران زیاد داره. ما کشورمون در واقع کشوری نیست که خیلی در واقع باران خیز باشه، به جز نواحی شمالی که اونجا از سقف‌های شمال در واقع شیبدار استفاده میشه. در جای دیگه که کف بام‌های ما در واقع صاف هستش، اگر بخوایم از سیستم‌های خرپایی استفاده بشه، مثلا از نوع این
خرپای هاو یا پرت استفاده میشه. انواع خرپا رو هم نامش رو میبینید که این اینجا آوردین، که حالا اینا بیشتر در انواع سقف‌ها استفاده میشه. حالا جزئیاتی هم داره به این صورت این خرپاهای در واقع سقفی، که حالا کاری من با این جزئیاتش رو ندارم. مثلا این عضو در واقع مورب که ما بین دو تا خرپا هست، ببینید اینجا الان یه خرپا، دو خرپا، سه تا خرپا هستش، سه تا خرپا هستش به صورت موازی هم قرار گرفتن. این یک این عضوی که اینها رو به هم وصل میکنه اصطلاحا بهش میگن بست، بتنز، روف بتنز. خب هر کدوم از اینا خب به هر حال نام خودشون هم داره در یک خرپای سقفی. خب این اولین مورد بود که کاربردهای اون هستش. دومین موردش که تو کشور ما هم زیاد استفاده میشه، خرپاهایی هستش که تو پلها استفاده میشه. خرپای پرت هستش، خرپای هاو هستش، خرپای وارن هستش، این خرپای سی، خرپای پارکر هستش، خرپای بالتیمور هستش، خرپای بعدی وارن هستش و کیتراست هست، خرپای معروف کی هستش، که به این صورت ما این خرپاها رو خیلی زیاد استفاده میکنیم و داریم بر واقع ازشون استفاده میشه. خب خود خرپای مربوط به در واقع خرپای پل هم به همین صورت از اجزای مختلفی تشکیل شده. این یه خرپای پل هستش که در واقع دو تا خرپا هستن که به صورت موازی در کنار هم قرار گرفتن و وزن عرشه رو تحمل میکنن. این وزن عرشه به این قسمت هایی که در واقع این وزن عرشه به این گره های پایین معمولا خرپا، این وزن کف که این دک اینجا که نوشته وزن در واقع کف هستش، رو به خرپا منتقل میکنه و این خرپا نیروها رو در نهایت به تکیگاه منتقل میکنه. پس خرپا یکی از انواع سازه هایی هستش که در مهندسی کاربرد زیادی داره و ازش استفاده میشه. خب بریم سراغ بله، اینجا هم همون بحثی بود که عرض کردم خدمتتون که سازه هایی رو که ما در اینجا و حالا جلسات بعد بررسی خواهیم کرد، سازه هایی هستن که معین هستن، سازه های دو بودی و معین هستن که درجه نامعینی اونها صفر هستش، بدین معنا که تعداد معادلات تعادل استاتیکی که می نویسیم دقیقا برابر با تعداد مجهولات اونا هستش، که سه دسته هستن: خرپا، تیر و قاب، که ما خرپا رو امروز که تراست باشه رو امروز بررسی خواهیم کرد. خب حالا بریم سراغ تعریف رسمی خرپا. خرپا چی هستش؟ خب دوستان عزیز، خرپا سازه ای هستش که دو تا خصوصیت رو داشته باشه. یکی این که تمام اعضای اون دو سر مفصل باشه، یعنی هر عضوی که ببینید بایستی دو سر مفصل باشه، مثل این مثالی که اینجا آوردم. در این مثالی که میبینید الان 1, 2, 3, 4 و 5 تا عضو میبینید که تمام اعضای اون دو سر مفصل هستش. این مورد اول که تمام اعضا بایستی دو سر مفصل باشه، و دو مورد دوم بایستی نیروها به گره ها وارد بشه، به همین مفاصل یا همین گره هایی که دو سر عضو هستش. بنابراین اگر ما یک سازی رو داشته باشیم که وسط یک عضو نیرو وارد شده باشه، این دیگه خرپا نیست، این خرپا نیست بچه‌ها. پس فقط در حالتی که نیرو به گره ها وارد بشه این میتونه یه خرپاش. حالا نیرو میتونه در هر جهتی باشه، میتونه مثلا اینجا هم یه نیروی افقی هم داشته باشه، میتونیم اینجا یه نیروی دیگه هم باشه، حتی میتونه این پایین هم یه نیروی دیگه باشه. ولی چی بچه‌ها؟ نیروها بایستی به تکیگاه وارد بشه، چی عوض میخواد؟ به گره ها وارد بشه. حتی بچه ها تکیگاه ها هم در نهایت تبدیل به عکس العمل تکیگاهی میشه. تکیگاه ها هم باسی در گره باشن. یه همچین سازه‌ای که تکیگاه در گره نیست در وسط عوضه، این خرپا نیست. پس ما
وقتی که میگیم نیروها باسی در تکه در گره ها باشه، حتی منظورمون عکس العمل های تکیگاهی هم هست، چون خود تکیگاه ها هم تبدیل به عکس العمل میشه و عکس العمل هم نیرو هستش و نیرو بایستی ارزم به حضور عکس العمل ها هم بایستی در گره باشه. خب پس این تعریف خرپ هاست که اعضا دو سر مفصل و نیروها به گره ها وارد میشه. خب با این کار بچه ها نکته مهم، دو تا نکته، یه نکته مهمی که توی در واقع نکته یکی که اینجا گفتم، این خیلی مهمه. خرپایی که اینجوری داشته باشیم با دو فرض بالا، در واقع با این دو فرضی که در بالا داشتیم، نیرویی که داخل اعضا ایجاد میشه بچه یا کششی یا فشاری. بنابراین داخل این عضو، هر عضوی که خرپا باشه، هر جوری که خرپا خیلی بزرگ هم باشه یا خیلی کوچیک باشه، هر سایزی باشه، این دوتا فرض رو برای اون در واقع داشته باشیم و تبدیل بشه خرپا. خرپا بچه ها نیروهایی که داخلش هست یا کششی یا فشاری. بنابراین برش نداریم، خمش نداریم، داخل عضو برش نداریم، داخل این عضو نیروی برشی نیست، نیروی خمشی نیست، یا کششی یا فشاری، یا کششی یا فشاری. این نکته مهمی هستش که بایستی دقت بهش دقت بفرمایید. پس خرپا، نیروی داخلی اعضای خرپا فقط نیروی محوریه که حالا نیروی محوری میتونه کششی باشه و نیروی میتونه فشاری باشه. خب تو نکته دوم من علامت نیروی محوری رو گفتم. ما اکسیال فورس رو اگر داشته باشیم، اکسیال فورس کی مثبت کی منفی هستش، این قرارداد علامتی هستش که معمولا حالا توی درس استاتیک به شما میگن که من اینجا مجددن برای شما یادآوری میکنم. نیروی کششی رو ما از این به بعد بچه ها به عنوان نیروی مثبت به سازه به هر عضو در نظر میگیریم. ببینید الان من اینجا یک عضو رو کشیدم، ممبر. اگر نیروی محوری اون کششی باشه مثبت در نظر میگیریم، فشاری باشه منفی در نظر میگیریم. دقت بفرمایید الان داخل این عضو تعریف نیروی کششی خیلی راحته. این عضو تحت کشش قرار گرفته، یعنی نیروی داخلیش مثبته. اگر تحت اثر فشار بود این نیرو منفی میشد. پس این عضو نیروی کششی مثبت فرض میشه و نیروی فشاری منفی فرض میشه. خب دقت کنید بچه‌ها، ما نیروی کششی در یک عضو از دو انتهای اون، یعنی اگر ما این انتها رو در نظر بگیریم، این انتهای عضو رو در نظر بگیریم، نیروی کششی خارج میشه و نیروی فشاری برعکس وارد میشه. اینم یه نکته ای هستش که باید دقت بفرمایید. نیروی کششی نیروی است که از سطح خارج میشود. این تعریف نیروی کششیه. این به چه دردی میخوره؟ این تعریفی که الان بهتون گفتم که نیروی کششی نیروی است که از سطح خارج میشه، این موقعی به درد ما میخوره که بخوایم به جای اینکه عضو رو جدا کنیم، بخوایم گره رو جدا کنیم. ببینید وقتی گره جدا میشه دیگه اینجا یه ممکنه در واقع یه مقداری برای شما مبهم باشه که من اثر این نیروی کششی رو چجوری بذارم توی گره. اگه بخوایم در واقع نیروی مثبت رو بذاریم، چون ما وقتی که میخوایم تعادل، در واقع روابط تعادل رو بنویسیم در یک گره یا در یک عضو، بایستی حتما نیروی مثبت رو قرار بدیم که اگر مقداری که مجهولی که ازش به دست به مثبت بود میگیم کششی، منفی شد میگیم فشاری. در یک گره ای هم بخوایم نیروی مثبت رو قرار بدیم، بایستی کششی قرار بدیم و نیروی کششی از گره خارج میشه. پس از این به بعد این نکته رو هم دقت بفرمایید. نیروی کششی نیروی است که از سطح خارج میشه، یا این سطح یا این سطح یا اینکه گره ای باشه. اگر در گره ای نیروی وارد شد اون نیروی فشاریه و اگر نیرو خارج شد اون نیرو کششی هستش. پس به این تعریف در واقع کششی یا فشاری بودن دقت بفرمایید. این در واقع الان جلوتر که ما میخواییم بریم وارد تحلیل بشیم و تعادل نیروها رو بنویسیم، گره جدا کنیم، این خیلی مهم هستش که خدمتون خواهیم گفت. خب انواع خرپایی که داریم
انواع خرپایی که داریم، حالا من یک تعریفی از خرپای ساده رو قبلا بهتون گفتم، ولی اینجا دیگه مجدد باز تکرار میکنم، ولی انواع خرپاها رو هم بهتون خواهم گفت. اولین دسته خرپایی که داریم خرپای ساده است. ما سه دسته خرپا داریم. خرپای ساده خرپایی هستش که یک مثلث پایه داره، همین چیزی که مشکی که میدونید کشیدم، یک مثلث پایه داره و بقیه خرپا از گسترش دو عضو سه مفصل ایجاد شده. دو سه مفصل یعنی دو عضو آبی که اضافه شده، سه مفصل هم یعنی این ابتدا و انتهاش، دو تا مفصل خود وسطش هم یه عضو دیگه است. این یه عضو دو مفصل، این دو عضو یه مفصل، بعد با دو عضو یه مفصل دیگه این رو تونستیم گسترش بدیم. این رو در فصلی که در واقع بحث پایداری سیستم سازه ها بود، این رو بررسی کردیم و متوجه شدیم که خرپای ساده چی هستش. خرپای ساده خرپایی است که یک مثلث پایه داره، این مثلث پایه، و بقیه سازه رو با گسترش دو عضو سه مفصل میتونیم ایجاد کنیم. این یه عضو دو مفصل، این یه گسترش و یه گسترش دیگه هم به این صورت. خرپایی رو که بتونیم به این صورت ایجاد کنیم خرپای ساده است. پس خرپای ساده یک مثلث پایه داره و بقیه خرپا رو میتونیم با گسترش دو سه مفصل ایجاد کنیم. خب یه خصوصیتی خرپای ساده داره. خرپای ساده یه در واقع یک خصوصیتی داره، اینه که معینه بچه ها. اول اینکه خودش معینه، یعنی اینکه از لحاظ داخلی خرپا معینه، خرپا معینه به صورت داخلی. خب این در واقع خرپا معین است. و مورد دوم اینه که پایدار هم هست. It is determinate and stable. هم معین هست و هم چی هست بچه ها؟ پایدار هستش. خرپای ساده simple truss هم دیترمینیت هستش و هم استیبل هستش. ولی چی؟ به صورت داخلی. یعنی اگر یه تکیگاه، حداقل تکیگاه رو واسه این تأمین کنیم که در واقع تکیگاه خارجی باشه، رو واسه این تأمین کنیم، خرپا پایدار میشه. پس این خصوصیت خرپای ساده است. به همین خاطر ما خرپای ساده رو هر جایی که میدیدیم میگفتیم میتونیم این رو یک جسم صلب در نظر بگیریم. خب این اولین نوع خرپا هستش که قبلا هم با اون آشنا شدیم. دومین دسته خرپاها بچه‌ها خرپاهای مرکب هستن، compound trusses. خرپاهای مرکب خرپایی هستن که از ترکیب پایدار دو یا چند خرپا ایجاد شدن. اگر دقت بفرمایید ما در بحث پایداری سازه ها نحوه اتصال دو جسم صلب به هم رو بهتون گفتیم، بعد سه جسم صلب رو به هم گفتیم. اینها رو در مورد خرپاهای ساده میتونیم به کار ببریم. خرپاهای ساده به عنوان یه جسم صلب رو، یا دو خرپاهای ساده رو به عنوان دو جسم صلب رو میتونیم به صورت پایدار به هم وصل کنیم. خرپایی که ایجاد میشه دیگه خرپای ساده نیست بچه ها. خرپایی که از ترکیب دو یا چند خرپا ایجاد شده رو بهش میگیم خرپای مرکب. خرپای مرکب خرپایی هستش که از اتصال پایدار دو یا چند خرپای ساده ایجاد شده. پس خرپایی که از وصل کردن چند خرپای ساده ایجاد میشه رو بهش میگیم خرپای مرکب. مثل این خرپا. این خرپا مثلا اگر بخوایم یه مثلث پایه براش در نظر بگیریم، این فرض که مثلث پایه است، در واقع گسترش دو سه مفصل، گسترش دو سه مفصل اینجا دیگه گیر میکنیم. اینجا دیگه دو عضو نداریم، یه عضو داریم، دو عضو، سه عضو داریم. پس اینجا دیگه نمیتونیم گسترش بدیم. پس اینجا این الان این قطعه در واقع میشه یه خرپا، در واقع اینجا میشه یه خرپا، این قسمت این یه خرپاست و این قسمت هم دوباره اگر ببینید این هم یک خرپای دیگه است. خب
حالا ما دو تا جسم صلب رو داریم، دو تا جسم صلب رو داریم که از طریق یک گره و یک میله به هم وصل شدن. این یکی از روش‌های اتصال دو جسم صلب به هم دیگه بود که این خرپا در واقع پایدار است و در واقع خرپا هم حالا معین بودنش رو نمیدونیم، بایستی بررسی کنیم معین یا نامعینه، و عرضم به حضورتون پایداری و ناپایداریش مطابق فصل دو بررسی میشه، مطابق فصل قبل بررسی میشه. پس اینجا اتصال دو یا چند مورد خرپای ساده بررسی میشه. خب اینجا بچه ها درجه نامعینیش، درجه نامعینی دیو آیش چجوری حساب میشه؟ دیو آی این مساویه با تعداد اعضا به اضافه اکسل عمل های تکیگاهی منهای دو برابر تعداد اعضا. این رو ما در فصل اول گفتیم. دیو آی کلن خرپاها اینجوری حساب میشه، نه تنها این خرپا، ولی خرپای ساده رو میدونیم که دیگه ارزم به حضورتون کلن احتیاج نیست حساب کنید. دیو آی خرپای ساده صفره، دیو آی خرپای ساده به صورت داخلی صفره، ولی دیو آی رو به صورت کلی به صورت تعداد اعضا به اضافه عکس العمل های تکیه گاهی منهای دو برابر گره ها به دست میارن. این دیو آی به این صورت به دست میارن. خرپاهای ساده به صورت داخلی پایدار هستن، یعنی پایداری نیازی نیست. خرپاهای مرکب پایداریشون چجوری بررسی میشه؟ خب پایداریشون از در واقع اون چیزی که در فصل دو خوندیم. پس اینجا می‌نویسم according، می‌نویسم پایداری و ناپایداری، دستابیلیتی ایتی آب کامپوند تراسز آب Truss خب بررسی می شود. مطابق فصل دو حالا لکچرتون، اون چیزی که در جلسه قبل گفتیم، درسته امروز که لکچر امروز 4 است، مطابق لکچر 3. مطابق لکچر 3، یعنی اون چیزی که ما جلسه قبل در مورد پایداری دو عضو یا دو جسم یا سه جسم صبح گفتیم، در واقع ما داشتیم در مورد خرپاهای مرکب هم بحث می‌کردیم. یکی از بحثایی که اونجا هم داشتیم شامل خرپاهای مرکب هم خواهد شد. خب نوع سوم خرپا که بهش میگن خرپاهای پیچیده complicated truss، یا بهش میگن خرپاهای بغرنج یا خرپاهای مبهم، آره این اسما رو تو فارسی بهش میگن، خرپاهای مبهم بهش میگن، خرپاهای بغرنج بهش میگن، خرپاهای پیچیده بهش میگن، خرپایی است که بچه‌ها که نه ساده باشه و نه مرکب. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلث پایه نداره که گسترشش بدیم، مورد اول. دو، وقتی که مثلث پایه هیچی نداره، خب یعنی دیگه خرپای ساده اصلا توش پیدا نمی‌کنیم. ولی خرپای ساده توش پیدا نگیم، خب قطعا مرکب هم نیست. خرپایی که نه ساده باشه و نه مرکب باشه رو بهش میگن خرپای پیچیده. مثل این خرپایی که اینجا ترسیم کردم، این خرپا، تو این خرپا بچه‌ها این وسط گره نیست، یعنی اعضا از کنار هم دیگه رد شدن. خب ببینیم مثلث پایه تشکیل میشه یا نه. این مثلث نیست چون گره نداره. مثلث هیچ جا مثلث نداریم، 4 تا عضو داریم، هیچ جا مثلث اصلا نداریم. به این خرپا میگن خرپای پیچیده. نحوه بررسی پایداری اون به روش فصل 3 که خدمتون گفتیم بررسی نمیشه، حتی تحلیل کردن اون هم فرق میکنه. ما
این دو دست خرپا رو تحلیلش رو همون چیزی هستش که در استاتیک خوندیم که به دو روش ارزم به حضورتون گره جدا کردن و برج زدن. در واقع ما این دو تا رو تحلیل می کردیم که ما این جلسه این رو بهتون میگیم و خرپاهای در واقع پیچیده رو هم تحلیلش متفاوته که هم تحلیل متفاوته و هم اینکه بررسی پایداری اون هم متفاوت هستش و به روش هایی که در فصل دوم گفتیم انجام نمیشه. تحلیل این نوع خرپاها به روش اثر در واقع اثر جمع آثار و قوا انجام میشه که به روش هنبرگ معروف هستش و بررسی پایداری اونها با روشی مثل روش صفر یا دترمینان ضرایب به این صورت انجام میشه که کلا این خرپاها رو متفاوت کرده. کلا ما این خرپاها رو حالا به احتمال زیاد اگه بگیم در یه جلسه مجزا میگیم. بله، پس این یک خرپای پیچیده بود. یه مثال دیگه هم از خرپای پیچیده رو توی این استاید میتونید ملاحظه بفرمایید. توی این در واقع خرپایی که اینجا میبینید این قسمت‌های داخلی که به هم برخورد کرده اینها در واقع گره نیستن و فقط گره در این قیال‌های بالا و پایین و اطراف این خرپا ما گره داریم و از طریق اعضای اینها به هم وصل شدن. این خرپا هم یک خرپای پیچیده هستش. نحوه تحلیل این نوع خرپاها و نحوه بررسی پایداری این خرپاها کلن نسبت به این دو خرپای دیگه متفاوت هستش و کلن به صورت مجزایی بررسی میشه. پس این دوتا خرپا رو با مطابق روش های همون چیزی که شما تو استاتیک خوندید مجدد می مطابق همون روش ها انجام میشه و پایداری و تحلیل اون رو تو این درس برای اولین بار من خدمت شما خواهم گفت. خب بریم سراغ نحوه تحلیل سازه ها. تحلیل سازه هایی که الان بهتون میگم که از دو روش در واقع دو روش دارم بهتون میگم برای کدوم خرپا هاست بچه ها؟ صرفاً خرپای ساده و خرپای مرکب هستش. خب روش اولی که در واقع بهتون میگیم و خودتونم میدونید روش گره هستش، method of joints. توی روش گره به این صورت هستش که ما در واقع تمام نیروهای داخلی رو در خرپاها در واقع گره به گره جدا میکنیم و معادله تعادل رو براش مینویسیم. مثلا یه خرپای اینجوری در نظر بگیرید، یه خرپایی که یه نیروی خارجی پی بهش وارد شده، دوتا عکس العمل تکیگاهی داره اینجا و یه عکس العمل تکیگاهی همین قسمت داره. ما همه گره ها رو اگر جدا کنیم، گره A رو جدا کنیم به این صورت میشه. این گره A رو اگر جدا کنیم خواهیم دید که در گره A دوتا عضوش وصله، عضو آبی و عضو آسی. عضو آبی داخلش یک نیرو هستش، یه نیرو یا کششی یا فشاری. داخل عضو آستی هم یه نیرو هستش، حالا یا کششی یا فشاری. ما چون مقدارش رو نمیدونیم فرض میکنیم که کششی هستن. چرا فرض میکنیم کششی هستن؟ به خاطر اینه که ما میریم محاسباتمون رو انجام میدیم، اگر مثبت شد خب همون کششی، منفی شد میشه فشاری. به این دلیل ما در واقع کششی میکشیم که میذاریم که اگر منفی شد بگیم این فشاری شد. پس ما همیشه وقتی که گره رو جدا میکنیم اثر نیروی عکس العمل اون رو بر روی گره به صورت کششی وارد میکنه. عضو آب نیروی آبی رو که میخوایم به جاش بذاریم، نیروی که از گره خارج میشود میشه عکس ریاکشن عضو آبی که به صورت نیروی که از گره A خارج می شود در واقع اون رو قرار میدیم. ریاکشن مربوط به عضو AC باز هم به صورت عضو نیرویی که از گره A جدا می شود اون رو قرار میدیم. به این صورت بچه ها ما نیروها رو در گره A قرار دادیم. اینجا اگر ما سیگما FX و سیگما FY رو مساوی با صفر قرار بدیم
این دو مجهول به دست میاد. خب از اینجا نتیجه میگیریم که ما در روش گره بایستی بریم از گره ای شروع کنیم که دو تا مجهول یعنی دو تا عضوش وصل شده باشه. پس ما از همون ابتدا به ساکن اگر از بی شروع میکردیم اشتباه بود، مگر اینکه حالا عکس العمل های تکیگاهی رو قبلش تعیین کرده باشیم. اگر عکس العمل های تکیگاهی رو از قبل تعیین نکرده باشیم، از بی پلن خوبی نیست که شروع کنیم. چرا؟ چون تو بی دو تا عکس العمل تکیگاهی مجهول داریم و دو تا نیرو هم بهش وصل شد. چهار تا مجهول داریم که با دو تا ماله به دست نمیاد. ولی اگر از A شروع کنیم، دو عضوش وصله، دو تا با دو تا معادله میتونیم این دو تا مجهول رو به دست بیاریم. بعد از اینکه این دو تا به دست اومد، این نیروی داخلی این عضو، نیروی داخلی این عضو، بیایم تعادل رو واسه گره C بنویسیم. گره C باز دو تا مجهول وصله که اگر AC از در واقع معادله تعادل قبلی به دست بیاد، این یه دونه مجهول BC هم به دست میاد. AB و BC که به دست بیاد، وقتی که تعادل رو تو B بنویسیم، عکس العمل های تکیگاهی هم به دست بیاد. عضو میخوام تو سی، اما سی وای رو هم مجهول داریم. یه سی وای مجهول داریم، یه نیروی عضو بی سی رو مجهول داریم. وقتی که این به دست میاد، ما میتونیم این دوتا مجهول بی سی و سی وای رو هم به دست بیاریم. و وقتی که بی سی هم به دست اومد، آبی هم از گره بی به دست اومد، ما میتونیم دوتا مجهول رو به دست بیاریم. پس تو خرپاها معمولا حتی نیاز نیست که عکس العمل ها رو هم معمولا نیاز نیست. ولی اگر ما از در واقع ابتدا به ساکن عکس العمل ها رو اول به دست بیاریم، ممکنه کمک کنه، ممکنه خیلی کمک کنه که خرپا رو راحت تر تحلیل کنیم. پس تو مسائلی که ما حل خواهیم کرد، اگر ببینیم که حالا دو عضوی وجود داره که نیرو بهش وارد شده، میتونیم از اون شروع کنیم به تحلیل کردن. اگر نیازی نبود که عکس العمل‌ها رو به دست بیاریم، عکس العمل‌ها رو واقعا به دست نمیاریم. ولی گاهی وقتا از همون اول خرپا رو نگاه میکنیم، میبینیم که کلی عضو داره، اگر عکس العمل‌ها رو به دست بیاریم قطعا کمک میکنه. پس تو خرپایی که شلوغ هست، شاید عکس العمل‌ها رو از همون اول به دست بیاریم خیلی بهتر هستش. خب پس تو این روش میبینید که ما با جدا کردن تمام گره‌ها، نیروی داخلی تمام اعضا رو به دست میاریم. و اگر نیروی داخلی تمام اعضا رو به دست بیاریم، میگیم که خرپا تحلیل شده. این در واقع نحوه تحلیل سازه، تحلیل خرپا هستش که با روش گره انجام میشه. پس تو روش گره روشی هستش که با استفاده از اون میتونیم نیروی داخلی تمام اعضای خرپا و حتی عکس العمل‌های تکیگاهی اون رو به دست بیاریم. بسیار عالی بچه، این روش اول تحلیل خرپا بود. این روش خوبیش اینه که بچه، این روش گره اینه که چون تمام گره ها رو جدا میکنیم، نیروی تمام اعضا به دست میاد. این خوبیش در واقع این روش خوبیش اینه، ولی بدیش اینه که این روش محاسباتش زیاده. یعنی فرض کنید الان این خرپا سه عضو بود و سه گره، یه خرپایی که 10-15 تا عضو داشته باشه و 10-15 تا گره داشته باشه، ما اگر 10 تا فرض کنیم گره داشته باشه، واسه 10 تا گره جدا کنیم، تو هر گره دو تا معادله رو بنویسیم، 10 تا دو تا 20 تا معادله رو واسه بنویسیم که این 20 تا معادله رو حل کنیم. پس یه خرپایی که 10 گره داشته باشه، ما 20 معادله، 30 تا گره داشته باشه، 60 تا معادله واسه بنویسیم. پس یه مقداری اصطلاحاً زمانبر هستش، یه مقداری سخت هستش. اگر زمانبر هستش، حالا نمیتونیم بگیم سخت هست، سخت نیست، چون همش با از معادله سیگما فیکس سیگما وای استفاده میکنیم. ولی اگه بخوایم تحلیل کنیم یه خرپایی که کمی بزرگ باشه، وقت میبره. خب یه جاهایی هست که ما خرپا رو نمیخوایم تحلیل کنیم به هر دلیلی، ولی نیروی یه عضو خاص رو میخوایم، نیروی یه عضو خاص رو میخوایم حساب کنیم. تو این حالت یه روش دومی هست که بهش میگن روش سکشن، مقطع زدن، method of section. پس روش مقطع بچه ها مربوط به حالتی هستش که ما نمیخوایم کل خرپا رو تحلیل کنیم، حالا به هر دلیلی. حالا مثلا اینجا به دلیل اینکه تو این درس به دلیل اینکه
مثلا من از شما میخوام که فرضاً نیروی داخلی این عضو مورب چقدره، متوجهید؟ در حالت هایی که ما نخواهیم که خرپا رو کلن تحلیل کنیم و نیروی عضو خاص رو به دست بیاریم، از روش مقطع زدن استفاده میکنیم. خب حالا روش مقطع زدن چیه؟ خب این روش مقطع زدن در واقع روشی هستش که ما توی سازه رو برش میدیم، دو تیکه میکنیم. اگر این برشی که میزنیم از اون عضو مورد نظر ما، مثلا ما این عضو کج رو حالا برای رنگ دیگه نشون بدیم، مثلا با رنگ مثلا نارنجی نشون بدیم، بخوایم این نیروی عضو کج رو به دست بیاریم، اگر ما بتونیم یه برش در سازه ایجاد کنیم که از سه عضو بگذره که یکی از اون اعضا همون عضو مورد نظر ما باشه، اگر بتونیم یه همچین برشی بزنیم که نهایتا از سه عضو بگذره، ما میتونیم نیروی داخلی این سه عضو رو به دست بیاریم. چرا؟ چون ما سه تا معادله تعادل استاتیکی مجدد واسه این قسمت از سازه یا این قسمت از سازه میتونیم بنویسیم که از این سه تا معادله‌ای که می‌نویسیم میتونیم این سه تا مجهول رو به دست بیاریم. به این میگن روش سکشن. مثل اینجا ما اینجا فرض کنیم نیروی عضو نارنجی رو می‌خوایم به دست بیاریم. اگر ما یه برش A که بزنیم، این برش A از سه عضو می‌گذره، من جمله همون عضو مورد نظر ما. خب حالا قسمت سمت چپ hand left side of section AA و right section, hand side of section A هر کدوم رو در نظر بگیرید، اینجا ما نیروی داخلی این عضو افقی که اینجاست، نیروی داخلی عضو مورب همون عضو نارنجی اینجا هستش و نیروی عضو این عضو بالایی هم اینجا هستش. یعنی این نیرو با این نیرو یکیه، این نیرو با این نیرو یکیه، این هم با این یکیه. بنابراین چه از قسمت سمت راست استفاده کنیم چه قسمت سمت چپ استفاده کنیم و معادلات تعادل رو سیگما اف ایکس، سیگما اف وای و سیگما ام، اینجا چون دیگه نقطه نیست بچه‌ها، این یه نقطه نیست بلکه یه جسم محسوب میشه، چون یه جسم محسوب میشه سیگما ام رو هم بایستی بنویسیم و مساوی صفر قرار بدیم و با قرار دادن اینها ما میتونیم این سه تا مجهول رو به دست بیاریم که من در ادامه براتون مثال آوردم که چجوری میتونیم این حرکت رو انجام بدیم. خب بریم سراغ مثال. مثال اول مربوط به یه خرپایی هستش که با استفاده از روش method of joints، روش گرا، میخوایم تحلیلش کنیم. وقتی که میگم با استفاده از روش گرا تحلیل کن، یعنی برو نیروی داخلی تمام اعضا رو به دست بیار، نیروی داخلی تمام اعضا رو به دست بیار. خب توی خرپا، توی خرپای خاص، حتی اگر طول اعضا رو هم ندونیم قابل تحلیل کردن هستش، ولی من حالا یه طولی هم میذارم چون حالا اینجا طول رو نذاشتم. فرض کنید این طول مثلا 2 متره، من طول اعضا رو نداده بودم، حالا من عضو رو طولش رو 2 متر فرض میکنم، ولی در ادامه حل میبینیم که در این خرپایی که در واقع خرپای معین هستش و خرپای ساده هم هستش، حتی این عضو 2 متر طول اعضا رو هم ندونیم و همین که زاویه ما بین اعضا رو بدونیم کفایت میکنه برای حل اون. البته 2 متر رو فواصل رو میگیم که بتونیم عکس العمل های تکیگاهی رو به صورت مناسبی به دست بیاریم. خب این خرپایی که میبینید بچه ها، نمیدونم یک همچین مثال هایی رو قبلا حل کردید یا نه، ما نیروها رو به صورت پارامتری گذاشتیم، یعنی گفتیم یه نیروی پی اینجا وارد شده، یه نیروی پی و یه نیروی 2P اینجا وارد شده. این مسائل به این صورت رو بهشون میگیم مسائل پارامتری، حالا عددی نیست ولی ما عددی هم بعدا حل خواهیم کرد، ولی اینجا که پارامتری هستش، وقتی که نیروهامون بر حسب پی هستش، نیروی داخلی اعضا هم بر حسب پی به دست میاد، عکس العمل های تکیگاهی هم بر حسب پی به دست میاد. مثلا عکس العمل تکیگاهی اینجا ممکنه 2P باشه، 3P باشه، حالا هر چی، نیروی داخلی اعضا باز یه ضریبی از پی خواهد شد. خب بریم سراغ حل این، چون در واقع از روش گره میخوایم استفاده کنیم، هر گره رو بایستی جدا کنیم و معادله تعادل رو براش بنویسیم. خب این خرپایی رو که میبینیم در واقع به صورت کوچولو،
مجدد اینجا ترسیمش کردین این خرپا رو. خب اسم گرهاش رو A, B, C گذاشتیم. A, B, C. خب یه نیروی 2P، یه نیروی P و یه نیروی P اینجا وارد شده. دو تا عکس العمل تکیگاهی داریم در محل مفصل. مفصل در واقع تکیگاه B، B X و B Y و یه نیروی C و Y رو داریم در تکیگاه C. خب این اینا نیرویی که میبینید، این سه تا قرمزی که میبینید بعدن به دست اومدن که حالا من اینا رو حذف میکنم. این الان خرپایی که داریم ایناست. خرپایی که داریم اینه. میخوایم این رو تحلیل کنیم. خب از کدوم گره به نظر شما شروع کنیم؟ از گرم گره A، B یا C؟ ترتیبش به نظر شما کدومه؟ بچه‌ها خب قبل از اینکه ما نیروی داخلی اعضا رو به دست بیاریم، بهتره که عکس العمل‌های تکیگاهی سازه رو تعیین کنیم. ما اینجا در واقع این سازه‌ای که داریم در این قسمت، حالا تکیگاه رو هم نامگذاری می‌کنیم، گره رو نامگذاری می‌کنیم، گره A، گره B و گره C. به این صورت نامگذاری میکنیم و بعدش عکس العمل های تکیگاهی رو ترسیم میکنیم. یه گره عکس العمل تکیگاهی، یه بی در واقع بی وای داریم، یه بی ایکس داریم، بی ایکس. این عکس العمل های تکیگاهی رو قرمز میذارم. یه بی ایکس داریم، این بی ایکس رو میذارم اینجا. خود نام گره بی رو هم میارم بالاتر و یه سی وای هم اینجا داره. پس اینجا ما بی ایکس رو داریم، بی ایکس، بی وای و سی وای رو داریم. خب این سه تا مجهول رو بایستی به دست بیاریم. اول از همه اگر سیگما اف ایکس رو بنویسیم، سیگما اف ایکس مساوی با صفر، در نتیجه در جهت ایکس ما یه نیروی دو پی داریم، یه نیروی پی رو داریم و یه نیروی بی ایکس رو داریم. پس می نویسیم بی ایکس که در جهت ایکس به اضافه یه دو پی در جهت ایکس به اضافه یه دونه پی دیگه در جهت ایکس مساوی با صفر. از این نتیجه میگیریم که بی ایکس مساوی است با منفی 3p. در نتیجه بی ایکس مساوی است با منفی 3p. خب این سیگما اف ایکس مساوی با صفر. خب این سیگما اف ایکس، پس ما این بی ایکس رو به دست آوردیم، شد 3p، منفی 3p، یعنی جهتش در اصل برعکس اینه، 3p هستش. خب بخوایم بی وای و سی وای رو بنویسیم، به دست بیاریم، ما میتونیم سیگما اف وای رو بنویسیم. اگه سیگما اف وای رو بنویسیم بچه‌ها، سیگما اف وای رو بنویسیم، دو تا مجهول ظاهر خواهد شد، یکی بی وای و یکی سی وای. بنابراین ما از سیگما اف وای استفاده کنیم به درد نمیخوره. چرا؟ چون یه معادله میشه و دو تا مجهول. ما میریم سراغ سیگما ام. سیگما ام مساوی با صفر. اگر ما مثلا حول یه نقطه مثل بی لنگرگیری کنیم، لنگر این دوتا نیرو صفر خواهد شد و سی وای رو میتونیم به دست بیاریم، که اینجا البته دیگه وقتی که این طول دو متره، باعث این طول رو هم داشته باشیم، این طول قائم رو باعثی داشته باشیم. وقتی که این دو متره، این طول قائم اچ میشه چقدر؟ بایستی به دستش بیاریم قبلش، این طول قائم رو قبلش به دست میاریم، اسش رو میذاریم H و این H رو به دست میاریم. اگر این H باشه، ما یه رابطه مثلثاتی که نسبت ضلع مقابل به ضلع مجاور رو به هم نسبت بده رو مینویسیم که تانژانت زاویه است، یعنی تانژانت 60 درجه رو مینویسیم واسه این مثلث. تانژانت 60 درجه مساوی است با ضلع مقابل که h بر روی ضلع مقابل به ضلع مجاور میشه h دوم، خود تانژانت 60 درجه میشه رادیکال 3، در نتیجه h مساوی است با 2 رادیکال 3.
پس h مساوی است با 2 رادیکال 3. h مساوی است با 2 رادیکال 3. خب به این صورت h به دست اومد 2 رادیکال 3. پس این رو میذارم این بالا که این h به این صورت به دست اومده. خب از این ارتفاع رو داریم. حالا ما حول نقطه B لنگرگیری میکنیم. سیگما M حول نقطه B مساوی با صفر. خب به این لنگرگیری بچه ها دقت بفرمایید. که ما الان حول نقطه B لنگرگیری میکنیم. چون در نقطه B هم بی ایکس از این نقطه میگذره، هم بی وای امتدادش از این نقطه میگذره و هم حتی این پی امتدادش از اینجا میگذره، این نیروی پی بی ایکس و بی آی بچه ها لنگرشون صفره، فاصله شون تا نقطه بی صفره، فاصله امتداد. ببین فاصله امتداد، حتی این نیروی پی هم که اینجاست اینم امتدادش از اینجا میگذره. پس ببینید تو لنگرگیری بچه ها فاصله امتداد، یعنی این نیروی پی بایستی امتدادش بدیم، این امتدادش اینجاست، فاصله بین نقطه‌ای که ما حول اونجا لنگرگیری میکنیم و تا خطی که در واقع امتداد اون نیرو است، فاصله عمودی ما بین اینها میشه فاصله لنگرگیری. اینجا این نیروی پی هم لنگرش صفره، این نیروی پی این بالا هم باز لنگرش صفره، امتدادش از بی میگذره، نیروی بی وای لنگرش صفر، این هم لنگرش صفر. پس چی نیرو چی لنگر داره؟ فقط این نیروی دو پی لنگر داره و نیروی سی وای. پس اینجوری میشه، ما اگر لنگرگیری رو انجام بدیم، این لنگرگیری که انجام میشه ما معمولا ساعتگرد رو مثبت قرار میدیم. ساعتگرد رو چی بچه ها؟ مثبت فرض میکنیم. لنگر ساعتگرد رو مثبت فرض میکنیم و میایم در واقع لنگرگیری رو انجام میدیم. یعنی نیروی پی لنگرش صفره، بی ایکس صفره، بی وای صفره، پی هم صفره، فقط دو پیه. این دو پی حول نقطه بی لنگرش ساعتگرده، یعنی میخواد به صورت ساعتگردی حول بی بچرخه. بنابراین علامتش مثبته، میشه مثبت دو پی، مثبت دو پی لنگر مثبته. خب حالا دیگه علامت مثبت رو هم معمولا نمیذارن، میشه دو پی ضرب در فاصلهش که اچه، یعنی دو رادیکال سه. دو پی در دو رادیکال سه ضرب در اچ، پس دو پی ضرب در اچ که دو رادیکال سه باشه. و سی وای ببین الان پات ساعتگرد میخواد بچرخه، سی وای خودش پات ساعتگرد میخواد بچرخه، بنابراین لنگرش منفیه، میشه منهای سی وای ضرب در دو، یا دو ضرب در سی وای فرق نداره، من نیرو ضرب در فاصله رو می‌نویسم، سی وای ضرب در دو مساویه با صفر. کسی از این رو متوجه شده باشه؟ خب از این نتیجه می‌گیریم که سی وای مساوی است با، خب یه دوی با این دو ساده میشه، سی وای هم میره اونور مثبت میشه، سی وای مساوی است با دو پی رادیکال سه. یه دونه دوهاش با این دویی که سی وای داره ساده میشه، بنابراین سی وای مساوی است با دو پی رادیکال سه. دو رادیکال سه ضرب در پی به این صورت. پس سی وای هم به دست اومد، بی ایکس هم به دست اومد. حالا که سی وای به دست اومد که دو رادیکال سه پی هستش، باید سیگما وای نوشتن هم میتونیم چی رو به دست بیاریم؟ بی وای رو هم به دست بیاریم، سیگما اف وای مساوی با صفر. در نتیجه خب بی وای منهای یه دونه پی که اون بالاست، منهای پی، بعد به اضافه سی وای که دو رادیکال سه پی هستش، مساوی با صفر، که در نتیجه بی وای مساوی با اینا میره اون سمت دیگه، میشه یک منهای دو رادیکال سه که عدد منفی هستش،
یک منهای دو رادیکال سه در پی یا از پیشون فاکتور گرفت. دو در منهای دو رادیکال حتی میشه میشد عوض میخوام یک منهای از یه پی دارم فاکتور میگیرم. این یه پی میره اون سمت، منفی یه پی میره اون سمت میشه مثبت یک پی، این مثبت میره اونور میشه منهای دو رادیکال سه که البته از یه پی هم گفتم که فاکتور گرفتم. به این صورت عکس العمل های تکیگاهی به دست میاد. اینجا هم فرض کردیم که رو به بالا مثبت وقتی که سیگما اف وای می نویسیم، پس این جهت تعادل هایی که جهت در واقع معادلات تعادل که می نویسیم معمولا سیگما اف ایکس سمت راست تعادل ساعت کرد و سیگما وای سمت بالا رو مثبت می گیریم و عکس العمل های تکیگاهی رو به این صورت تعیین می کنیم. خب میریم سراغ جدا کردن گره ها. اول گره A رو جدا می کنیم از این مسئله. گره A که جدا بشه ما میتونیم دو تا معادله رو براش بنویسیم و دو تا عضوی که اینجا بهش وصله رو تعیین کنیم. سیگما میتونستیم بچه ها حتی گره B رو جدا کنیم. اینجا که ما عکس العمل های تکیگاهی رو به دست آوردیم، نیروی BX رو به دست آوردیم، منفی 3P که برعکس اینه، یعنی به صورت به سمت راسته، این نیروی عضو BC هم همون 3P به دست اومده. نیروی بی وای رو به صورت فشاری به دست آوردیم که رو به پایین همین مقداره ولی با علامت منفی، عکس العملش اینجا برعکس نیروی داخل این به دست اومده. پس ببینید این همون نیروی هستش که برای عضو آبی به دست اومده، دقیقا همون بی وای هستش که اینجا به دست آوردیم و نیروی بی ایکس هم مشابه با نیروی بی سی هستش که حالا این حل این مسئله بدون استفاده از عکس العمل های تکیگاهی بوده. گره A که جدا شده ما سیگما اف ایکس رو اول نوشتیم. سیگما اف ایکس مساوی با صفر، اول یه نیروی دو پی رو داریم، دو پی به اضافه اف ای سی. اف ای سی در سینوس سی درجه، در سینوس سی درجه، سینوس سی درجه مساوی با صفر، سینوس سی درجه هم خودش یک دومه. نتیجه میگیریم اف ای سی مساوی است با منفی دو پی بر روی یک دوم، در نتیجه اف ای سی مساوی با منفی چار پی. حالا سیگما اف وای رو اگر بنویسیم، سیگما اف وای یه منهای پی داریم، منهای اف آبی رو داریم، اف آسی که حالا مقدار داره منفی چار پیه، در کوسینوس سی درجه مساوی با صفر. نتیجه میگیریم که اف آسی، اف آسی مساوی است با اف آسی خودش، اف آبی عوض میخواد میره اونور مثبت میشه، اینا سر جای خودشون هستن، یه منهای پی سر جای خودش هست، منهای اف آسی خودش هم منفی 4 پی، منهای 4 پی، کوسینوس 30 درجه هم رادیکال 3 دوم که از اینها نتیجه میگیریم یه منهای پی، منها میشه مثبت 4 تقسیم بر 2 هم میشه 2، 2 رادیکال 3 این میشه مثبت 2 رادیکال 3، اینم میشه منهای پی. که یه پی فاکتور بگیریم این دو رادیکال سه باقی میمونه، اینم ازش یه منهای یک باقی مون میشه اف آبی. و در نقطه سی هم ما دو تا مجهول داریم، یکی اف آبی و یکی سی وای هستش. چرا؟ چون اف آسی، اف آسی اینجا که به دست اومده منهای چار پی که منهای چار پی رو اینجا نوشتیم و اف آبی هم که به دست اومده پی در دو رادیکال سه منهای یک، فقط اف بی سی و سی وای مونده. حالا اینجا من مقدارش رو نوشتم چون اینجا محاسبه شده. من در گره سی، در گره سی یه سیگما اف ایکس اگر بنویسم اف آبی به دست میاد، سیگما وای بنویسم سی وای به دست میاد، که سی وای رو ما از عکس العمل تکیگاهی به دست آوردیم. یعنی اینجا هم ما باز میتونیم سیگما وای رو بنویسیم، عکس العمل تکیگاهی بازی مجدد همون چیزی که محاسبه کردیم به دست بیاد. که ممکنه بچه ها، ممکنه یه جاهایی در واقع شما در واقع سی وای رو به دست بیارید و وقتی که سیگما وای رو مثلا اینجا می نویسید و بخواید سی وای رو به دست بیارید، اون چیزی که قبلا محاسبه کردید نشه. اینجا دو تا حالت اتفاق میفته: یک، یا شما اشتباه محاسباتی کردید. مورد دو به نظرتون چیه اگر اشتباه محاسباتی نداشته باشید؟
خب اینجا باز سیگما فی ایکس مساوی صفر رو می نویسیم. سیگما فی ایکس رو اگر بنویسیم یه پی در جهت مثبت هستش منهای اف آبی و اف ای سی خودش منها هستش، منهای 4 پی هستش، در جهت منفی قرار گرفته منهای مقدار خودش منهای 4 پی. داریم کوسینو داریم روی ضلع مجاور تجزیه میکنیم، بنابراین کوسینوس 60 درجه میشه مساوی با صفر، کوسینوس 60 درجه میشه 1/2، منها در منها میشه به اضافه که از این 1/2 در 4 ضربش میشه 2، 2 به اضافه پی میشه 3 پی، پس اف آبی هم میشه 3 پی. بنابراین نیروی داخلی اعضا به دست اومد و عکس العمل ها هم به دست اومد. خب تا اینجا میشه جلسه امروز. انشالله ادامه بحث رو که بحث مربوط به خرپاهاست رو خدمتون میگیم. اینم نکته بود که در مورد تجزیه بردارها بود که خدمتون گفتیم در این سلاید آخر آوردیم. اگر سوالی نیست بچه ها من این جلسه رو به اتمام میرسونم.